رژیم ضد بشری آخوندی در یک جنایت وحشیانه زندانی سیاسی زهرا بهرامی رو در روز دهم بهمن ماه اعدام کرد. در همون روز کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به کلیه کشورهای اروپایی برای محکومیت اعدام زهرا بهرامی و قطع رابطه با رژیم آخوندی فراخوان داد. از جمله در اون اطلاعیه اومده که خانم بهرامی که در بازداشت‌های گسترده پس از قیام عاشورای سال 88 دستگیر شده به اتهام آخوندساخته محاربه متهم شده بوده. او از ابتدا برای مصاحبه و اعترافهای دروغین تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و بالاخره سردشخیم صلواتی بعد از یک سال او رو با صحنه سازی به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرده. در اینجا مصاحبه ای از خانم زهرا بهرامی که از قیام عاشورای 88 گزارش میکنه رو روی اینترنت قرار دادن که این مصاحبه رو در این قسمت از برنامه با هم گوش میکنیم. درود بر تمام مبارزین سراسر ایران. از گرفتگی صدام پوزش میخوام. همونطور که در روز عاشورا در گزارش ها شنیدین من فریاد خشمم رو به سر اینها فرود آوردم و به خاطر همین صدام مصدوم شده که هیچ اشکالی نداره، جانم فدای ایران باشه، صدا که ارزشی نداره. آقای دکتر که به آقای قائم مقام میگفتین که به خشونت به تبلیغ خشونت ادامه ندن، آقای دکتر شما اینجا نیستین و نمیدونین که به سر ما چی اومد اون روز. شما نمیدونین وقتی جلوی چشم من سه تا جوون رو با پاترول زدن پرت کردن من چه حالی بودم اون لحظه. اون لحظه که آقای قائم مقامی داشت صدای منو پخش میکرد از رادیو و من فریاد زدم آقای قائم مقامی زدن، با پاترول زدن، سه تا جوون رو کشتن. جلوی چشم ما بدن اینها سرد شد. آقای دکتری که در آلمان هستید شما کجایین؟ شما کجایین که ببینین میزنن؟ شما کجایین که ببینین انگشتای یه بچه رو همچین با چاقو زدن که پرت شد توی جوب انگشتاش و دستش غرق به خون شد جلوی چشم من؟ شما انتظار دارید من اون لحظه وایسم نگاه کنم یا بذارم فرار کنم؟ من از اون کسایی بودم که بله صدای من داره در مسنجر بیلوکس پخش میشه، در روم های مسنجر بیلوکس و دوستان دارن تاییدیه میخوان از من که این صدای من هستش. بله یارانه، در بیلوکس این صدای کردی بانو هست که داره در پرژن رادیو پخش میشه و در روزهای آینده در پرژن رادیو پخش خواهد شد تا این رژیم منحوس و ضد ایرانی شرش رو بکنه از سر ما. صدای من قطع نخواهد شد دیگه. و آقای دکتری که در آلمان نشستی به ما نصیحت نکن، به کار پزشکی ادامه بده، پولت رو در بیار، به زن و بچت برس، چون ما داریم در خون شنا میکنیم، ما داریم انگشتای پریده شده یک بچه رو توی جوب آب میبینیم، ما داریم سه تا جوان رو میبینیم که جلوی چشم ما زیر پاترول سیاه بدنشون یخ زد، مثل کیسه سیمان از روی اینا رد شد پاترول. شما چی دارید میگید؟ دارید با چی حرف میزنید؟ مگه اینجا هلنده؟ مگه اینجا آلمانه؟ مگه اینجا لس آنجلسه؟ اینجا تهرانه؟ اینجا شهر خونه؟ امروز در دانشگاه علم و صنعت ریختن با اتوبوس و مینوبوس ریختن داخل دانشگاه، قل و قم کردن بچه ها رو، با آجر و با سنگ سر بچه ها رو شکافتن. این حرامزاده های نجس بسیجی، با کی دارید حرف میزنید شما؟ امروز بچه های دانشگاهی رو قل و قم کردن در دانشگاه علم و صنعت. امروز جنازه هاشون هم کشیدن بردن بیرون. عاشورا امروز بود، مظلومان ما امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن، حسین های شهید امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن. ما دیگه نمیشینیم تماشا کنیم کتک بخوریم، ما دیگه نمیشینیم تو سرمون بزنن، ما دیگه نمیشینیم سهراب رو ببرن زیر خاک بکنن، ندا سلطان رو زیر خاک بکنن و ما بشینیم آب گوشتمون رو بپزیم، قرمه سبزیمون رو بپزیم و به بچه هامون بگیم بشی تو خونه بیرون نرو. نه، ما دیگه میریم اول صف، ما میریم اول صف کتک میخوریم و کتک میزنیم. آقای دکتر ما دیگه کتک میزنیم از این به بعد. من از کسانی بودم که روز عاشورا جلوی صف میگفتم حمله کنید، فرار نکنید. برای چی دارید فرار میکنید؟ از چی دارید فرار میکنید؟ من از کسایی بودم که موتور یگان بیکر زیر لگد ده کردم و کتک خوردم و افتخار میکنم به تمام چوبی های بدنم، افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش، افتخار میکنم به گلوی دریده شدم چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون،
به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم. به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمی کنیم. به ما نگید کتک نزنید، ما میزنیم. ما آتش میزنیم، ما پاره میکنیم. ما به همه چیز این رژیم حمله میکنیم، از این به بعد به همه چیزش حمله میکنیم. دیگه فقط مرگ بر خامنه ای نیست، دیگه به این راحتی ها دیگه نیست. این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. آقای دکتر، آقای مهندس، جناب میلیونر، جنابی که هزار تا خدمتکار داری توی اروپا و تو امریکا و یک قرون به پرژن رادیو کمک نمی کنی. ما هستیم، ما پای پرژن رادیو ایستادیم، ما دیگه صدامون رو خفه نمی کنیم. ما از این به بعد فریاد بر سر رژیم فرود خواهیم آورد. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران با مشت‌های گره کرده و با خشم فراوان ایرانی، با خشم رستم بزرگ بابک خرم‌دین. من دیروز از صبح با گروه هم در بهشت زهرا بودم، روبروی قصدالخانه، با اینکه سه دور شب بود نخوابیده بودم. ما منتظر بودیم جنازه ایشون رو بیارن که با احترام و با عشق به خاک بسپاریم جنازش رو، ولی نیاوردن. تا ساعت یک بعد از ظهر ما اجتماع داشتیم و همه میدیدن اطراف قصدالخونه، اطراف مرده‌شورخونه و در قطعه 257 دارن قلقل میزنن، دارن تکه تکه میکنن خودشون رو که این خاک سپاری رو انجام بدن، ولی جنازه نیومد. میدونید چرا؟ ولی همه ایران میدونه چرا. چون نمیخواستن عاشورا ادامه داشته باشه یک روز بعدش، نمیخواستن تظاهرات عاشورا روز بعد در بهشت زهرا ادامه پیدا کنه، نمیخواستن خون و خون ریزی عاشورا بکشن به روز بعدش، چون مطمئن بودن اگر خون ریزی در بهشت زهرا ادامه داشته باشه فردا سرنگون خواهند شد. ولی ما بودیم، ما ایستادیم، ما رفتیم، ما با تمام کبودی های بدنمون، در با تمام شکستگی هامون، با تمام پاره شدگی های پوستمون، با تمام سوختگی چشممون که از این گازهای اشکاور و گاز فلفل، با این تابلایی که تو صورتمون بود، رفتیم جلوی قصدالخانه ایستادیم و لباس رزم به تن کردیم، ماسک ها رو بردیم، سرکه بردیم برای اینکه جلوی گاز اشکاور رو بگیره. ما رفتیم با دست خالی در بهشت زهرا تا این که پای قیاممون بیستیم و از ناموس این جنبش دفاع کنیم. ولی این دون صفتان، این بی‌همتان، این انا ایرانیان، این دشمنان ایران زمین، این دشمنان زن ایران شهامت نکردن که بیان و با ما روبرو بشن. اینها جیگر نداشتن که بیان و رو در روی ما بیستن و به زبون بچه تهرونی ها داداش کم آوردن، کم آوردن. ولی ما کم نمیاریم. به ما نگید خشونت نکنید، اینجا نیستین، برای ما تسلیم نگیرید، ما چه کنیم؟ شما در بین ما نیستید. به ما نگید ما چه کنیم، ما خودمون میدونیم چه کنیم.